انگل مرکل صدر آلمان گفته است که کشورش به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد. خانم مرکل این سخنان را روز گذشته پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن بیان داشت. جزیات بیشتر در مورد ملاقات هر دو رهبر را همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده که همین اکنون در استودیو با ماست. خب آقای عزیز موقف خانم مرکل خود در قبال افغانستان واضح شد آیا آقای ترامپ هم در این مورد کدام اظهار نظر سریح داشت؟ تشکر آقای لامی شما سلام با شما و سلام با بینندگان ما باید بگویم که وقتی که آقای ترامپ با خانم مرکل یک جا در برابر خبرنگاران صحبت میکرد رئیس جمهور امریکا کدام موزگیری مشخص را در مورد افغانستان نداشت اما قبل از ملاقات هر دور قبل از خ... کنفرانس خبری هر دور رهبر با هم ملاقات کردند و و اين کې رئيس جمهور ترامپ در مورد افغانستان چه گفته باشد جزئیات نشر نشد اما در کنفرانس خبری مشترک رئیس جمهور ایالات متحده حداقل از انگلمارکل به خاطر تلاش‌هایش و قربانی آلمان در افغانستان سپاسگزاری کرد همچنان باید گفت که در کنار افغانستان هر دو رهبر روی موضوعات مانند ناتو مراودات تجارتی میان امریکا و اروپا وضعیت در اوکراین مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش و مهاجرت نیز صحبت کردند صدر آلمان و رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در جریان ملاقات در واشنگتن در کنار موضوعات دیگر روی وضعیت در افغانستان نیز صحبت کردند خانم مرکل با خبرنگاران گفت که آلمان و ایالات متحده با هم یک جا در افغانستان کار خواهند کرد آلمان با مأموریت خود در افغانستان ادامه خواهد داد زیرا ما هنوز به هدف نرسیدیم و من بسیار خرسندم که ایالات متحده ای آمریکا نیز عین کار را انجام خواهد داد ما دست به دست با هم کار خواهیم کرد. I want to thank the می خواهم از رهبری صدر از مارکل برای حمایت از ناتو و تلاش هایش در افغانستان سپاسگزاری کنم. این مموریت خیلی پرهزینه بوده و جان باختن بیش از 50 آلمانی را شامل می شود و ما به قربانی هایشان احترام می گذاریم. رئیس جمهور ترامپ همچنان که قبلا ناتو را یک سازمان از کار افتاده خوانده بود، در کنفرانس خبری روز گذشته یک بار دیگر از حمایتش در برابر این پیمان تاکید ورزید. من به خانم مرکل حمایت قوی را در برابر ناتو و ضرورت متحدین ما در این پیمان برای پرداخت سهم مناسبشان برای مصارف دفاعی تکرار می کنم. بسیاری از کشورهای عضو از چندین سال به این سو مصارف دفاعیشان را نپرداختند و ایالات متحده این را بسیار غیر عادلانه می پندارد. این کشورها باید مصارف دفاعیشان را بپردازند. خانم مرکل ضمن استقبال از سخنان آقای ترامپ یک بار دیگر تعهد نمود که کشورش سهم خود را در ناتو افزایش خواهد داد. ناتو برای ما اهمیت زیاد دارد و یک دلیل وجود داشت که ما در نشست ویلز گفتیم که آلمان مصارف دفاعی خود را افزایش خواهد داد ما با هدف دو درصدی تا سال 2024 موافقه کرده ایم ما مصارف دفاعی خود را سال گذشته 8 درصد بالا بردیم و به این کار ادامه خواهیم داد رئیس جمهور ترامپ برخلاف نگرانی ها مبنی بر اختیار کردن سیاست حمایتگرایی برای ایالات متحده بیان داشت که خواستار مراودات بهتر تجارتی با شرکایش می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که با سیاست انزواگرایی باور ندارد اما او تاکید کرد که در طول چندین سال با ایالات متحده برخورد بسیار غیر عادلانه صورت گرفته است و این روند توقف خواهد یافت. دوستان در مورد نگرانی رئیس جمهور ترمپ مبنی بر برخورد غیر عادلانه با ایالات متحده صدرعظم آلمان گفت که در مورد این موضوع با اقای ترامپ موافق است و گفت آلمان نیز خواستار مراودات تجارتی عادلانه است و باید منفعت همه طرف های دخیل در نظر گرفته شود در پایان باید بگویم که ناظران روابط امریکا و اروپا در کل ملاقات میان ای دو رهبر را که دیدگاه های متفاوت دارند یک آغاز مهم و بنیادی خواندند.